سلام دوستان گرامی فردین نوری هستم یک دن از مشاورین در امور مهاجرین و پناهندگان در آلمان چنانچه میدانید من در رابطه به پاسپورت خاکستری در آلمان شرایط به دست آوردن آن و اینکه با این نوع پاسپورت به کدام کشورها سفر کرده میتوانید در یک ویدیو جداگانه در همین کانال یوتیوبم برای شما ایسان توضیح دادم امروز خواستم به تعداد از سوالات شما عزیزان در این رابطه که از من به طور مکرر در همین کانال یوتیوبم هم پرسیده اید پاسخ را کنم بله دوستان عزیز در سوال اول تعداد از دوستان پرسیدند که پاسپورت خاکستری برای کیها داده می شود؟ در پاسخی دوستان عزیز باید گفت که چنانچه در ویدیوهای قبلیم نیز برایتان یادآوری کردم پاسپورت خاکستری و یا مدرک سفر برای خارجی ها که به آلمانی آن را غیز اوسوائس فی اوسلند می گویند برای پناهندگانی داده می شود که قبولی افاظت فرعی یعنی سبسدیق شد یا قبولی ممنوعیت اخراج یعنی ابشی بونگس در آلمان به دست آورده باشند و پاسپورت کشور مدبو و یا اصلی خود را نداشته و به دلایل خاصی برایشان امکان بدست آوردن پاسپورت کشور مدبوعشان از سفارت و یا کنسولگری کشورشان در آلمان وجود نداشته باشد. سوال دیگری را که از تعداد از دوستان به دست آوردم این می باشد که از کجا و چطور می توانم این پاسپورت خاکستری را به دست بیاورم و چی مدارکی برای بدست دست آوردن آن لازم می باشد. در پاسخی دوستان عزیز باید گفت که برای بدست آوردن این پاسپورت شما می توانید در اداره ادبای خارجی و یا اوسلند بیهورده مربوطه خود درخواست این پاسپورت را داده و در صورتی که شما برای اداره اتبای خارجیتان این را ثابت کرده بتوانید که برای شما امکان بدست آوردن پاسپورت کشور مطبوعتان وجود ندارد شما می توانید از این اداره یک پاسپورت به رنگ خاکستری و یا مدرک سفر برای خارجی ها را به دست بیاورید. برای دادن این درخواست شما به فرم درخواستی آن نیاز دارید که باید آن را خانه پوری کرده و به اداره مربوطه ادبای خارجیتان تسلیم کنید. فرم درخواست این پاسپورت به نام انتقاق آف ایز آسوائز فی آسلند نامیده می شود که شما می توانید آن را از اداره ادبای خارجی یعنی از اوسلند بیهورده مربوطه ایتان به دست بیارید و یا هم بعضی اوقات اداره های ادبای خارجی یک کاپی آن را در برگه اینترنتی و یا وبسایت خود هم می گذارند که شما می توانید آن را از آنجا نیز به دست بیارید چون در ایالت های مختلف آلمان این فرم ها با هم اندکی متفاوت می باشند من لینک برای کاپی آن را نتوانستم اینجا برایتان بگذارم. علاوه بر اداره ادبای خارجی مربوطه شما از شما یک سند و یا مدرکی می خواهد که ثابت سازد که امکان به دست آوردن پاسپورت کشور شما از سفارت و یا کنسولگری کشور شما وجود ندارد. پس شما می توانید از سفارت و یا کنسولگری کشورتان یک تایید نامه که بالمانی آن را بیشینیگونگ میگویند بیاورید که در آن یادآوری شده باشد که امکان به دست آوردن پاسپورت کشورتان وجود ندارد این تایید نامه را شما می توانید یک جا با فرم خانپوری شده درخواست پاسپورت خاکستری به اداره ادبای خارجی مربوطهتان تسلیم کنید. بعض اداره های ادبای خارجی با آن هم برای افراد این پاسپورت خاکستری را نمی دهند و می گویند به چی دلیل شما این پاسپورت را ضرورت دارید؟ آیا به کدام کشور پلان سفر را دارید؟ بنابراین شما می توانید در زمان دادن این درخواست همچنان در قالب یک نامه دلایل نیاز داشتنتان را برای این پاسپورت بنویسید. به طور مثال اگر یک عضو خانواده شما در یک کشور دیگر بیمار می باشد و شما می خواهید برای دیدنش به آنجا سفر کنید یا اگر مدتی زیادی می شود که شما یک عضو و یا اعضای خانواده تان را که در یک کشور دیگر زندگی می کنند ندیده اید و شما می خواهید به آنجا سفر کرده و آنها را از نزدیک ببینید و یا اگر همچون دلایل خوب دیگری داشته باشید شما می توانید آن را در این نامه بنویسید و این نامه را با فرم خانه پوری شده درخواستی و تایید نامه سفارت و یا کنسولگری کشورتان یک جا به اداره ادبای خارجی مربوطه تان تسلیم کنید و یا بفرستید. اگر یک وکیل و یا یک دفتر مشوردهی برای پناهندگان با شما در این زمینه همکاری کند، بسیار موثرتر میباشد. می باشد. تعداد از دوستان دیگر پرسیدند که من تایید نامه سفارت کشورم را با فرم خانه پوری شده درخواست پاسپورت خاکستری یک جا به اداره ادبای خارجی هم تسلیم کردم. ولی باز هم میگویند که برای شما این پاسپورت دادن نمیشود. شود. در این حالت چی باید کرد؟ در پاسخی دوستان عزیز باید گفت که چنانچه در جواب سوال دوم برایتان یادآوری کردم یک نامه با دلایل سفرتان به اداره ادبای خارجیتان بنویسید و اگر شما این درخواست را به کمک یک وکیل و یا یک دفتر مشوره برای پناهندگان انجام دهید موثرتر می باشد. متاسفانه تعدادی از اداره های ادباع خارجی به طور شفاهی و یا زبانی یک چیز می گویند ولی همان گفته خود را به طور نوشتاری برای شخص نمی دهند. اگر یک وکیل و یا یک دفتر مشوره برای پناهندگان با شما در این زمینه همکاری کند در صورت رد شدن درخواست شما از طرف اداره ادبای خارجی مربوطه ایتان آنان از این اداره می که لطفا دلیل رد این درخواست را برای ما بنویسید که مطابق به کدام ماده قانون شما آن را رد کرده اید که اکثرا اداره های ادبای خارجی دلایل خوبی برای رد این درخواست ندارند قابل یادآوری است که یکی از دوستان ما در اداره ادبای خارجی مربوطه ای خود از ویدیوی من یادآوری کرده است و اداره ادبای خارجی اش برایش گفته است که این ویدیوها معلومات اشتباه را همه می و به هر کسی نمی شود که پاسپورت خاکستری داد. دوستان عزیز من همیشه موضوعاتی را که برای شما یادآوری کردم ماده قانون آلمان را که در مورد آن می باشد نیز یادآوری کردم و گفتم که شما می توانید با وکیل و یا یک دفتر مشوره دهی برای پناهندگان نیز در مورد مشوره کنید پس اگر اداره ادباع خارجی این دوست عزیز ما دلیل خوبی برای رد درخواستشان دارد لطفا برایشان دلیل آن را بنویسد البته که شرایط بدست آوردن این پاسپورت چگونگی صدور این پاسپورت در داخل و خارج از آلمان مدت اعتبار و چگونگی تمدید این پاسپورت و جزئیات بیشتر در این مورد در ماده چهار تا ماده یازده مقررات اقامت آلمان که به آلمانی آن را Aufenthaltsverordnung فر میگویند یادآوری گریدند پس توصیه من برای این دوست عزیز ما نیز این است که لطفا آن را به کمک یک وکیل و یا یک دفتر مشوردهی برای پناهندگان انجام دهید و قابل یادآوری است که دفاتر دهی برای پناهندگان معمولا با شما به طور رایگان در این رابطه همکاری می کنند. تعدادی از دوستان دیگر ما پرسیدن که آیا با پاسپورت خاکستری می توانم به کشور مطبوع و یا اصلی هم سفر کنم؟ در پاسخی دوستان عزیز باید گفت که اگر شما از اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان قبولی حفاظت فرعی و یا قبولی ممنوعیت اخراج به دست آورده باشید و از اداره ادبای خارجی مربوطه خود پاسپورت خاکستری را با یکی از این دو نوع از قبولی ها به دست آورده باشید در صورت سفر به کشور مدبویتان امکان آن وجود دارد که اجازه اقامتتان را در آلمان از دست دهید چون در صورتی که اداره ادبای خارجی و یا اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان در مورد سفر شما به کشورتان اطلاع یابد ممکن اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان پرونده شما را بررسی و لغو نموده و شما قبولی و اجازه اقامتتان را در آلمان از دست دهید علاوه برهان اگر شما قبولی حفاظت فرعی و یا ممنوعیت اخراج به دست آورده باشید و از سفارت کشور مدبوع خود پاسپورت کشور خود را به دست بیاورید شما همچنان می توانید به کشورهایی که به شما ویزا صادر می کنند سفر کنید ولی اگر با پاسپورت کشور مدبوع خود نیز به کشور خود سفر کنید و اداره ادبای خارجی اداره و یا اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان در مورد اطلاع یابد در این صورت نیز امکان بررسی و لغو قبولی و اجازه اقامت شما در آلمان از طرف اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان وجود دارد. برای معلومات بیشتر در مورد بررسی لغو اقامت در آلمان می توانید ویدیو معلوماتی ام را در همین کانال یوتیوب هم مشاهده کنید. سوالی را که از دوستان زیادی دیگری در این مورد به دست آوردم این می باشد که آیا با پاسپورت خاکستری می توانم به ایران، ترکیه، پاکستان و غیره سفر کنم و یا خیر در پاسخی دوستان عزیز باید گفت که چنانچه من در ویدیو معلوماتی هم در مورد پاسپورت خاکستری آلمان نیز یادآوری کردم در کل شما می توانید با داشتن پاسپورت خاکستری به خارج از آلمان به استثنای کشور مدبویتان سفر کنید ولی برای سفر به اکثریت کشورها نیاز به یک ویزه دارید و تعداد از کشورها این پاسپورت را به رسمیت نمیشناسند. قبل از سفر به یک کشور شما می توانید از سفارت این کشور در مورد بپرسید که آیا این کشور پاسپورت شما را به رسمیت می شناسد و برای شما ویزه صادر می کند و یا خیر این که آیا با داشتن این پاسپورت یک کشور به شما ویزه صادر می کند یا خیر بستگی به عوامل مختلفی دارد به طور مثال شما تابعیت کدام کشور را داشته و کدام ملیت را دارید وضعیت زندگی شما در آلمان چگونه می باشد و غیره بنابراین در این مورد که آیا شما برای سفر به یک کشور با این پاسپورت ویزا به دست می آورید و به این کشور سفر کردن می توانید و یا خیر پیشگویی کردن خیلی ها مشکل می باشد خب بعضی از دوستان که این سوال را مطرح می کنند به طور مثال که آیا به یک کشور خاص مانند ایران و یا ترکیه با این پاسپورت سفر کرده می توانند و یا خیر دوستان دیگر به جوابشان از تجربه خود می نویسند که بله و یا نه خیر از این دوستان هم متشکرم که تجربه خود را با دوستان دیگر در میان می گذارند. ولی یک موضوعی که مشخص می باشد این است که شما با این پاسپورت می توانید به کشورهای عضو توافقنامه شنگن بدون داشتن ویزا سفر کنید. بله دوستان عزیز، برای سفر به کشورهای اوزای شنگن با داشتن پاسپورت خاکستری شما به ویزا نیاز نداشته و بدون ویزا می توانید به این کشورها سفر کنید. ولی بیشتر از 90 روز اجازه ماندن در یکی از این کشورها را نداشته و اجازه کار کردن را نیز در این کشورها ندارید. بله دوستان عزیز، برای دانستن همچون موضوعات جالب دیگر در رابطه به مهاجرت و پناهندگی در آلمان حقوق و شرایط زندگی مهاجرین و پناهندگان در آلمان و غیره می توانید این کانال آگاهی خودتان را دنبال کنید و سپاس از اینکه تاکنون مرا امرایی کردید اگر سوال و یا نظری در مورد موضوع امروزی داشته باشید می توانید در پایین همین ویدیو بنویسید و من سعی خواهم کرد تا به سوالات شما عزیزان به زودترین فرصت پاسخ ایراد کنم وقت خوشی داشته باشید